به نام آن که در بدایت بدایت همه چیز و در نهایت نهایت همه چیز اوست گفت یارب شرح صدرم کن عطا سینه ام را بازگردان ای خدا خواهم از لطف و کرم احسان کنی کار را از بحر من آسان کنی ویژه من مهر خود را ساز کن عقده را تو از زبانم باز کن عقده بکشا از زبان و کار من تا بفهمن این و آن گفتار من مجددا عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما عزیزان شیفتگان معنویت و حقیقت بحثی رو که من خدمتون ارائه میدم تحت عنوان صلح با پدر است که متخذ است از همون بیتی که قرائت کردند من که سل هم دائما با این پدر این جهان چون جنت هستم در نظر بحثی که مطرح مربوط است به شرح حکایتی در, در, دفتر چهارم مصنوی معنوی که ابیات اون رو این دوتا عزیز قرائت کردند و تفسیر کردند و مربوط است به گفتگویی و دیالوگی که مولانا ترتیب داده بین اهل یک شهر و یک قومی با یک عارفی با یک انسان وارسته متصلی که وقتی که اونها از او سوال میکنن که چگونه این قحطی که وجود دارد این دردها و رنجها ولی تو خیلی شنگولی و خیلی سرخوشی جواب می دهد که من متصلم من حقایقی رو مشاهده می کنم که شما مشاهده نمی کنید و این عدم درک حقیقت در شما به دلیل این است که شما فرعونی شدید به سوی بدنتون رفتید و این قسمت اول حکایت و نتیجه گیری در قسمت دوم که مولانا میگوید که ما عقل کلی بر عالم حاکم است که باباست و با اون عقل کل نباید اسیان بورزید باید تسلیم محض باشید در برابر عقل کل این خلاصه این داستان و این داستان حکایت ها دارد و اولین نکته ای که من اینجا میخوام عرض بکنم این است که خب اینجا از نظر عرفانی اشاره میکنه به یکی از اون مقاماتی که در سیر عارف مطرحه و اون مقام رزاس اگه یادتون باشه در نوبت گذشته راجع به مراتب نفس که سخن گفتم که از مرتبه نفس اماره یعنی اون کشی که انسان میاد و انسان دارای مراتبی است که اسمهای مختلف پیدا میکنه نفس اماره و نفس لوامه و نفس ملحمه و نفس مطمئنه و نفس, نفس مسوله و اینا اسمایی است که توضیحش هم دادم و در نهایت نفس مطمئنه یعنی انسان به مرتبه ای انتقال پیدا میکنه که حالت اطمینان پیدا میکند حالت سکون ملالی در او نیست رنجی در او نیست دردی در او نیست به آرامشی میرسد و خداوند هم خطاب میکند یا ایت و نفس المطمئنه ارجعی الى رب که راضیتن مرزیه هم من از تو راضی هم تو از من راضی اصلا تو و من اینجا مطرح نیست بلکه اینجا نفس مطمئنه نفس مرزیه و نفس راضیه و رضا از اون مقامات قصواس تو سیر عارف اینو بنده در یکی از سخنرانی ها عرض کردم که هشت پله رو من ذکر کردم که مولانا میگوید که از تبتل تا مقامات فنا پله پله تا ملاقات خدا این پله پله رو گفتن پله اول فکر پله دوم ذکر پله سوم شکر پله چهارم علم پله پنجم محبت پله ششم ارز میکنم خدمتون که صبر پله هفتم توکل است پله هشتم رضاست یعنی حرکت از فکر آغاز میشود همون فکری که خانم مقدمم از شبستری آوردند از فکر یعنی اگر انسان به فکر حقیقی برسد به ذکر میرسه یعنی میاد در میدان شهود قرار میگیره به ذکر میرسه از فکر ذکر میجوشد از پیوند فکر و ذکر شکر متولد می شود میشه فاکر و ذاکر و شاکر شاکران به حلقه اهل علم میپیوندند اینجا علم ظهور پیدا میکنه فکر و ذکر و شکر و علم و در این مرحله دولت محبت ظهور پیدا می کند الا یا ایها الساقی ادر کاسن و ناولها یعنی اون شراب محبت و معرفتی که به این مرحله می رسد اما اینجا احتیاج به صبر است یعنی وقتی که محبت آمد به دنبالش صبر است که عاشقان دل در گلو صبر می سپارند و بعد باید برن به کوه توکل برسند و از اونجا به قله رضا دست پیدا کنن و بگویند پس عدم گردم عدم چون ارقنون گویدم که نا الیه راجعون من به مرحله میرسم که به فنا میرسم متصل میشم عدم رو حس میکنم پس عدم گردم عدم چون ارقنون گویدم که نا الیه راجعون خب این داستان همین کلیشو من براتون عرض کردم این داستان میخواد مسئله رضا رو برای ما بیان بکنه به همین شیوه و به همین شکلی که عرض کردم چون ابیات رو دوستان عزیزمون قرائت کردن من دیگه تکرار نمی کنم اگر در مورد ابیات بحثی بود خدمتون هستم اما عین همین داستان رو در دفتر سوم بیت 1884 مولانا بیان میکند گفت بهلول آن یکی درویش را بهلول یه روز یه درویشی رو دید درویش یعنی فقیر یعنی کسی که تونسته تحذیب بکنه خودشو به یه مرتبه ای برسه چونی ای درویش واقف کن مر حالت چطوره این حالت چطوره یعنی میخواد حال حقیقیشو سوال بکنه حالا درویش هم جواب این رو میده میگه حال من چگونه باید باشه در صورتی که تمام روزگار به اراده من است باران اگر میاد به اراده من است برف اگر میاد به اراده من است زلزله به اراده من است جنگ به اراده من است صلح به اراده من است عروسی ها به اراده من است گفت چون باشد کسی که جاودان بر مراد مراد او رود کار جهان سیل ها و جوها بر مراد او روند اختران زانسان که خواهد آن شوند زندگی و مرگ سرهنگان او در مراد او روانه کو به کو هیچ دندانی نخندد در جهان بی رضا و امر آن فرمان روان یعنی بدون رضای من هیچ کودکی نمیخنده هیچ دندانی نمیخنده این داره یه آدمی حرفا رو میزنه گفت ای شه راست گفتی همچنین در فر و سیمای تو واقعا من دارم میبینم تو خیلی سرخوشی خیلی شنگولی خیلی مستی اینو صد چندینی ای. ای صادق ولیک واقعا از این هم بیشتر هستی ولیکن شهر کن این را بیان کن نیک نیک این را شهر کن برای من نیک نیک برای من بیان کن خیلی راحت برای من بیان کن گفت این باری یقین شد پیش عام که جهان در امر یزدان است رام اینو قبول داریم که این عالم یه صاحبی داره و اصلا عالم و صاحب نیست ما و صاحب نیستیم وحدت در عالم وحدت وجود ببینید اینو فراموش نکنید وقتی ما میریم مصنوی میخونیم تو پوست مولانا که میریم مولانا معتقد نیست که من و تو و ما و اینا مطرحه چون اون نگاهش وحدت وجودیه یا وحدت شهودیه یعنی تمام عالم را یک موجود پر کرده است و هر چه در عالم تحقق و پیدا میکند تجلی این موجود است اون وقت ماها فکر میکنیم تجلی این موجود وقتی که میایم مطرح میکنیم ما با نگاه خودمون تجلی اونو فقط در سبزه ها در آبشارها در اینها میبینیم در جنگ تجلی نداره در شیطان تجلی نداره ها اگر ما این رو بگیم دیگه وحدت وجود نیست یعنی یک شیطان است و یک خدا و این غلط است نگاه مولانا رو میگم ما غلط است یعنی از نظر مولانا وحدت یعنی اینی که وقتی که اون خلبانی که آمد بالای سر و هیروشیما قرار گرفت و اون دکمه رو فشار داد و بمب آمد به فضای هیروشیما نرسیده گفتن 660 هزار انسان سوختن در اونجا هم حق تجلی می کند یعنی اگه ما بگیم نه اون خلبان یک اراده مطلق جدای از حق دارد و این درد و رنج رو این خلبان دارد ایجاد میکنه خب اینجا دیگه وحدت وجود معنا پیدا نمیکنه و ما رمیت از رمیت دیگه معنا پیدا نمیکنه لا حول ولا قوت الا بالله هیچ حول و قوی نیست در عالم مگر حول و قوه الهی از نظر عارف دارم بحث میکنم و شاید اگه, الان منو شما از پشت این میز بیاید اون طرف و بگید مولانا رو بذار کنار عقیدم چیز دیگه ای باشه ولی در پوست مولانا ما نمیتونیم بگیم حسن است خدا منیجه هست و خدا اکرم خانوم و خدا نه اکرم و منیجه و همه هستی شعنی از شعون او یختی میگیم این میز وجود دارد یعنی این میز متصل به خداست وجود داری یعنی وجود تو و شعاع وجود تو تو وجودت وجود اشراقیه نه وجود استقلالی اینو قبلا مفصل بنده عرض کردم شما نگاه کنید الان بین این گلدون و این میز یه رابطه ای هست رابطه که این, این گلدون روی این میزه یعنی فوق این میز قرار گرفت اینا دو تا وجود مستقلن یه رابطه بین اونها برقرار کرد بین من و شما یه رابطه ای هست رابطه محبت من شما رو دوست دارم شما منو دوست دارید این رابطه بین دو موجود مستقل است من کیفم دستم وارد جایی میشم میگن این کیف فلانیست کیف و من دو تا موجود مستقلیم بین من و کیف یه رابطه برقرار شده من شدم مالک اون کیف شده مملوک قبلا مالک کیف نبودم تو مغازه بود بعدا مالک شدم اما رابطه حرفای من با من مثل رابطه کیف من و من نیست حرفای من خود منم یعنی تجلی من یعنی همین حرفاست منم هم. رابطه نور این اتاق با خورشید رابطه کیف و صاحب کیف نیست رابطه تجلی خورشید است اون چه که در عالم انگوش میگذارید خدا و خدا نما یک وجود واحد دارد با این نگاه باید این داستان‌ها رو ما معنا کنیم گفت این باری یقین شد پیش عام که جهان در امر یزدان است. رام هیچ برگی در نیفتد از درخت بی قضا و حکم آن سلطان بخت از دهان لغمه نشد سوی گلو اصلا لغمه میخواد بله سمت گلو تا نگوید لغمه را حق کت خلو یه یعنی حرفای مولاناست میگه خداوند خطاب میکند به لغمه که فرو برو به لغمه میگه فرو نرو خفه میشه میفته و همونجا فوت میکنه میل و رقبت کان زمام آدمی است حتی میل ها رقبت ها جنبش آن رام امر آن غنی یعنی این رام شده و در اختیار قدرت حضرت حق است در زمین ها و آسمان ها ذره ای چون قضای حق رضای بند... ببخشید این قسمتش رو من یه بیتش رو فراموش کردم الان یادم رفته حالا نتیجه میگیره چون قضای حق رضای بنده شد حالا وقتی که خداوند قضا دارد این قضا حاکم است بر ما این قضای الهی که حاکم است وقتی که من به مقام رضا میرسم به مقام رضایی نیستش که من بخونم رضا اینه یاد بگیرم رضا اینه نه این اصلا وحدت وجودم ما داریم حرف میزنیم این وقتی که رسید به اون دریا حکم او را بنده خواهنده شد یعنی به سلا این حکم او را بنده خواهنده شد یعنی اینجا دیگه حکم او خواست همین بنده است و ما تشاؤون الا ان یشاء الله در اونجا که میگفت راز یفعل الله ما یشاء یعنی اون چه که اینها میکنن خدا میکنن بی تکلف نه پی مزد ثواب یعنی حکم خدا رو اجرا میکنه بلکه تبع او چنین شد مستطاب اینطوری نیستش که این مقام رضا ببینید یه وقتی هستش که من به شما میگم که بریم فلان رستوران منو شما میریم در رستوران بعد من به شما میگم که حالا میخوایم غذا بخوریم من میگم منو رو بدید به من من خودم میخوام برای شما غذا انتخاب کنم شما هم دوستید با من احترام میگذارید میگید خب بفرمایید شما من تو تو این رستوران نیومدم من غذا رو برای شما انتخاب میکنم شما غذا رو دوست ندارید اما میگید پسندم آن چرا جانان پسندد این مقام رضا نیست این صبوریه یعنی تو وجودت ناراحتی اما رضا که در عشق مطرح میشه همه هستی معشوق را این میپذیرت یعنی طبع او چنین شد مستطاب بنده ای کش خوی و خلقت این بود نه جهان بر امر و فرمانش رود پس چرا لا بکند او با دعا که به گردان ای خداوند این قضا چون این داستانی که مولانا نقل میکنه به دنبال یه بیتیست که میگه من گروهی میشناسم زولیا که دهانشان بسته باشد از دعا یه سری اولیا الله هستن ولی اصلا دعا نمیکنن چرا دعا نمیکنم برای اینکه دعا اونجاست که من راضی نیستم آن چرا که میبینم نمیخواهم و آن چرا که میخواهم نمیبینم اون اونچه که در این عالمه من نمیخواهم شرایط زندگیم رو نمیخواهم دعا میکنم که اون چرا که من میخواهم تحقق پیدا کن میگن نه من به مقام رضا رسیدم دیگه چرا دعا بکنم دعا اینجا تعطیله این دعا دعای محبت ببخشید دعای فقر است که اقسام دعا رو که مطرح میکنن دعای حاجت دعای محبت و دعای فقر مرگ او و مرگ فرزندان او بحر حق پیشش چه حلوا در گلو اینو شما نگاه کنید اینی که بنده توضیح دادم در مورد این مطلب که وقتی بچه هاش بمیرن مثل که داره حلوا میخوره نقه شیرینه این بچه هاش مردن شما اینو نمیتونیم الان بیاییم و تحقق عینی بدیم در زندگیمون حالا من اینا رو بحث میکنم ببخشید من گاهی هاشیه میرم و یک مرتبه از بحث خارج میشه خب در اینجا وقتی که ما نگاه میکنیم من خواستم این حکایتم بیارم که بگم مشابه این حکایت است و مشابه این که مولانا سخن گفته در اینجا ما باید مصنوی رو ببندیم و بریم در پوست مولانا و در پوست حکیمان مهمترین مسئله ای که در اینجا وجود داره وقتی که این داستان رو قرائت کردن دوستان و شهر دادن قحتی صورت گرفته یعنی بر مردم درد و رنجی وارد شده درد و رنج ها فقط قحطی ها نیست ما درد و رنج ها داریم و نقص ها داریم یه بحثی از تحت عنوان درد و رنج در زندگی شما درد و رنج وجود داره پیری یک رنجی داره مریضی یک رنجی رو بر شما وارد میکنه دندان درد بر شما دردی و رنجی رو بر شما وارد میکنه از دست دادنها درد و رنج خیلی چیزها رو شما از دست میدید شما زحمت میکشید تمام مقدمات برای پیروزی شماست ده سال زحمت کشیدید یک مرتبه در اثر یک حادثه حضرت علی میفرماید من خدا رو از این طریق شناختم که عرفت الله به فسق العزائم و نقض من که اراده ها رو تغییر میده نقشه ها عوض میشه یک مرتبه شما میبینی در یه تدبیری تمام نقشه شما بر آب شد تمام نقشه شما بر خب این درد و رنج شما نمیتونه بگی که خب حالا این نقشه بر آب شد من خوشحالم دقیقا مثل این که الان این پروژه من به تحقق رسید نه آقا من از بانک وام گرفتم و این وامم بدهکار هستم و میخواستم این پروژه رو اجرا کنم الان نشد من نمیتونم بگم این دقیقا مثل این هستش که پروژه رو اجرا کردم این درد و رنج ها درد و رنج هایی که در عالم وجود دارد و به دنبال این بحث شر مطرح میشه شر یعنی درد و رنج بسیاری از درد و رنج ها برای ما جلوه شر دارد اونجا که میگه جلوه سگ یعنی بابا رو به صورت سگ میبینی که این تمثیل تمثیل ارز کنم که نابجایی است برای اینکه البته من معذرت میخوام از شما و محضر مولانا برای اینکه سگ خیلی با وفاست چرا میگه قیافش مثل سگ میشه سگ خیلی با وفاست سگ خیلی بیست خصوصیت در سگ هست که یه دونه از اون خصوصیتش رو در آدم ها شما نمیتونید مشاهده بکنید خیلی چند باید یه شیخ با چرا و همی گشت گرد شهر از دیو و دت ملولم و انسانم آرزوست حالا اون مثال رو زدن ما کاری نداریم در اینی که این دردها و رنگ هایی که وجود داره و به دنبال اون بحث شرور این عالم مطرح می شود شرهایی که در این عالم مطرحه این مسئله است که از ابتدا مطرح بوده در ادیان در بین مذاهب و ادیان در بین حکیمان و فلاسفه و در بین عارفان خب این رو ما اول نگاه کلی مولانا رو ببینیم بعد بیاییم این بحث ها رو مطرح کنیم که درد و رنج وقتی که گفته می شود و خصوصا شر وقتی که مطرح می شود در بین حکیمان مغرب زمین مطرح بوده اپیکور در بین حکیمان مذاهب مختلف یعنی حکیمان مسیحی حکیمان یهودی حکیمان مسلمان حکیمانی که مربوط به مذاهب دیگر دنیا در زرتشت این مسئله مطرح است و حکیمانی که اینها عارفانی که متصل به این حکمت ها هستن مثلا ما وقتی که مولانا رو میخوایم بحث بکنیم مولانا عارفه ولی مولانا به لحاظ طبقه فکریش متصل به یک رشته ای از این حکیمان هستش حکیمانی مثل اپیکور در مغرب زمین میاد مطرح میکنه که خدایی را که شما تصویر میکنید این خدا در اندیشه شما این خدا عالم مطلق است یعنی خداوند آگاهی مطلق است خب مسلمه اگه آگاهی مطلق نباشه که اون دیگه واجبال وجود نیست واجبال وجود یعنی چی؟ یعنی وجود او وجوب دارد وجوب یعنی غنیه و پره خداوند عالم مطلقه قبول دارید؟ آقای اپیکور میگه بله. خداوند قادر مطلق است قبول دارید؟ بله خداوند در کنار علم مطلق و قدرت مطلق خیرخواه مطلق هم هست یعنی خداوند رحمت داره خیرخواه مطلق هم هست این شهرهایی که در این عالمه این شروری که در این عالم وجود داره این شهرها رو یا خدا نمیدونه وجود داره یا میدونه وجود داره یا میدونه وجود داره اما قدرت نداره این شرها رو دفع بکنه یا اینکه که خداوند میدونه و قدرت هم داره اما نمیخواد هر کدام از اینها رو شما بخواید فرض بگیرید اینجا اون حق و حقیقت میره زیر سوال و اصلا نفی میشود خداوند در عالم برای اینکه اگر خداوند میدونه و نمیخواد رحمت و عدالت او میره زیر سوال اگر خداوند میداند و میخواهد اما نمیتواند قدرت او میره زیر سوال اگر خداوند میتواند و میخواهد اما نمیدونه چی شره چی خیره اینجا باز خدا میره زیر سال این رو اپیکور اومد مطرح کرد و بعد در یونان و سرایت کرد به اندیشه های مذاهب ارز میکنم که اگوستین قدیس اومد مطرح کرد در مسیحیت اینا همه بحث داره و چشمه های ما رو چشمه های قلبمون رو باز میکنه ما فقط نباید شعر رو بگیم و بگیم مولانا گفته که نه تو باید متصل باشی و به بابای اهل قول نباید خیانت بکنی در این حد نیست خب در اینجا عرض میکنم خدمتون که من میخوام خدمت عزیزان راجع به این حکیمانی که مولانا به اون حکیمان متصله و مولانا حرف اون حکیم ها رو قبول داره و در تمام مصنوی به کار گرفته معذرت میخوام مولانا عارف است اما عرفان او مولانا در یه خانواده بزرگ شده و وابسته به یک نهله فکریست خب حکیمانی رو که ما مطرح میکنیم اینجا ما در ادیان دین اسلام چون مولانا یک عارف مسلمانه خودش در وصیت نامش وصیتی که میکنه ما رو دعوت به نماز میکنه دعوت به سکوت میکنه دعوت به نماز میکنه و دیگه در افکار و اندیشه های او اسلام مشاهده میشه منتها اسلام درجات داره دیگه اسلام طریقت داریم اسلام شریعت داریم اسلام حقیقت داریم اسلام بنیادگرا داریم مثل اینایی که این همه جنایت کردن تو کل عالم تو ایران هم هستن اسلام نوگرا داریم مثل این روشنفکرایی که آمدند و آقای بازرگان ها و آقای سروش ها و اینا اینا نوگرایان هستن اسلام سنتگرا داریم مثل آقای پروفسور سید حسین نصر اینا سنتی هستن سنت هستن اسلام انحرافی اصلا اسلام التقاطی داریم اسلام انحرافی داریم مسیحیت هم همینطور مسیحیت هویت داریم مسیحیت حقیقت داریم الان اینا رو نمیخوام واردش بشم کلا در بین مسلمین که این عارفان مثلا عطار نیشابوری متصل به یکی از این نهله هاست دو تا نهله وجود دارد نهله اول حکمایی که از اونها تعبیر میکنیم به نام حکمای معتزلی حکمای معتزلی توجه داشته باشن عزیزان من یعنی حالا من کاری ندارم کلمه معتزلی از چیه و اعتزال و اینا اصلا از کجا اینا به درد ما الان نمیخوره وقتی شما رو میگیره معتظر اصحاب عقلن یعنی طرفدار عقل و استدلالن معتظریان اینها معتقد هستند که میگن آقا این شرور از این معتزلی سوال میکنه میگیم آقا این شرور برای چیه این شرهایی که در عالم هست این چگونه است معتزلیان معتقد به اختیار انسان هستند و میگن خداوند اختیار را تفیز کرده به انسان و انسان است که انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا راه است و چاه است و دیده بینا و آفتاب تا آدمی نگاه کند پیش پای خیش چندین چراغ دارد و بیراه می رود بگذار تا بیفتد و بیند سزای خیش انسان انتخاب داره بنده انتخاب دارم که الان برم سینما یا برم یک کلاب یا برم عرض میکنم تو مسجد یا بیام اینجا درس بدم من انتخاب انتخابی که کردم مسئولش منم یعنی اگه الان بنده که دارم صحبت میکنم انتخاب کردم که با شما سخن بگم و وقت 20 نفر 30 نفر 40 نفر رو دارم ضایع میکنم هر بلایی که سر این وقت شما بیاد من مسئولم نمیتونم بگم که خانم دستقیب مسئوله که از من خواسته بیام اینجا نمیتونم اینو بگم خودم مسئول هستم هر انتخابی که خودم میکنم بنابراین شرها رو نسبت نمیدهیم به خدا نسبت میدهیم به انتخاب انسان انسان ها انتخاب کردند و انسان ها درد و رنج برای خودشون ایجاد کردن و قطعا ما این رو قبول داریم که بسیاری از درد و رنج ها اینها به دست خود انسان تحقق پیدا کردن ما این رو قبول داریم یعنی بحثی که این دوتا عزیزم مطرح کردن بله ما این رو قبول داریم این به دست ما ایجاد شد اولا درد و رنج یک امر واقعی فکچوال در خارج یعنی من دندونم درد میگیره یا مثلا فقیر میشم یا مالمو رو از دست میدم اینا درد و رنج اما شر امر سابجکتیوه یعنی من اینو شر میدونم امر سابجکتیوه یعنی من ذهنم اینطوری میبیند این می امر نسبیه شر حالا در مورد شر نمیخوایم بحث کنیم این آقایون معتزله اینطوری میگن بعد ما میایم به این آقایون متظله میگیم که آقا مگه همه شهرها رو ما ایجاد میکنیم این همه قحتی ها کرونا میاد زندگی مردم از زیر و رو حالا بعضیا میگن کرونا رو چین ساخته ما باز نگیم که به دست انسان آقا این کرونا اومده دیگه این کرونا این کرونا توی اون بابای اهل قل با این کرونا رابطه داره یا نداره اون عقل کل خب ارتباط داره با کرونا ارتباط نه بابای اهل قل اون بالا رو آسمون مثلا بگیم نشسته فرض کنیم اینطوری که نیست بعد بگه که خب کرونا برو بکش من کاری به تو ندارم تو آزادی مثلا کاری به تو ندارم من بابای اهل قولم من فقط با قل با اهل قل کار دارم نه اون وجود منبسط که میگن صادر اول اون در همه جا حضور دارد حتی الان که دارم سخنرانی میکنم حضور دارد اونجایی که معذرت میخوام دزدی دارم میکنم یعنی دوز داره قفل بانک رو میشکنه وارد بانک میشه یا اون کسی که الان نقشه میکشه که بگه من شیمی خوندم الان من شیمی خوندم و با این ده علم شیمی که من دارم میخوام بیام یک میکروب وبا رو کشت بدم کشت میدم بعدش هم میگن خب تشیف بیارید و این پولم بگیرید و این میکروبا رو در کپسولا بگذارید ما میخوایم در یک شهر بریزیم تو آب آشامیدنی یک شهر همه وبا بگیرن خب این الان بدون اراده اون وجود بسیطه یعنی اینجا یه اراده دیگه اومده کنار اون اراده معتظره میگن بله معتظره میگن بله ولی ما میگیم آقا همه شهرها اینطوری نیست همه در ها اینطوری نیست اونا میان جواب میدن به ما جواب اونها این است که آقا این کارا رو آدما میکنن اما اگر شری هم در این عالم است که شما شر میدونید اگه زلزله میاد در دورنج میدونید این زلزله رو چهل هزار نفر آدم مردن که خب حالا میگن به بشر عقل دادن عقل میتونه خونه بسازه مثل ژاپن اینا نمیرن به اینو کار ندارم این عرض میکنم خدمتون که این درد و رنج هایی که از اختیار ما خارجه دیگه خب اهل اعتزال میگن که شما کتاب زندگی رو نخوندید کتاب زندگی شما فصلها و لایه ها دارد این عالم لایه هایی دارد در لایه های بعدی خداوند عوض به شما میدهد اینها معتقد هستند به اینی که در عالم عوض وجود داره یعنی اگه شما رنجی بر شما وارد شد اگر یه کودکی در دور سمن هفت سالگی توی خیابون که داشت میرفت با دوچرخه تصادف کرد و مرد این زندگیش تمام نشده از نگاه یک الهیاتی میگه فصل اول زندگیش این بوده فصل دوم رو تو نخوندی فصل دوم رو اگر بخونی میبینی که این عوض گرفت و اون وقتی که نگاه میکنه دقیقا احساس میکنه که چقدر خوب بوده چقدر عالی بوده گاهی از آنگه شما رو در یه فشاری قرار میدن در یه محرومیتی قرار میدن بعد شما خیلی شکرگزار میشید میگید که چقدر خوب بود چقدر خوب شد که من نرفتم خوب شد که من اینجا زندانی شدم یه مرتبه شما دارید میرید توی آسانسور دارید میرید یه کار خیلی ریشه رو انجام بدید آسانسور یو از کار میفته شما پنج ساعت تو آسانسور بعدا میان شما رو نجات میدن اون موقعی که تو آسانسور بودی کف میگفتی به همه چیز وقتی اومدی بیرون بعد از چهار روز دیگه یک مطلبی به شما گفتن که شما گفتی چقدر خوب شد که من تو آسانسور موندم اینا میگن که این درد و ها عوض دارد این نگاه نگاه معتزل است و مولانا وابسته به این نهله نیست مولانا وابسته به این نهله نیست یعنی افکار مولانا افکار معتزلی نیستش خب افکار دوم یعنی مکتب دوم مکتب اشعری ها هستش اشعریه چرا چرا بهشون میگن اشعری کاری ندارم این اشعریه میان میگن که آقای معتزلی اگه شما معتقد باشی که یه قدرت دیگه ای انسان داره در برابر قدرت خدا و میتونه استادگی بکنه در برابر قدرت خدا این شعری این با وحدت وجودی که ما داریم میگیم که سازگار نیست این عین شرک است که اگر شما معتقد باشید که دو تا مرکز تصمیم گیرنده اون میخواد من نمیخوام من میخوام اون نمیخواد من نمیخوام اون میخواد اون میگه بکن من میگم نه من برخلاف فرمان تو رفتار میکنم بنابراین اگر شما این رو بیایید مطرح بکنید شرک میشه اشاعره اومدن این حرف رو زدن یعنی حکیمان استدلال کردن حکیمان اشعری مدن استدلال کردن شما وقتی که نگاه میکنید عارفانی از جمله مولانا وابسته فکری هستند به نهله اشعری نگاه کنید دفتر اول بیت 598 مولانا چه میگه ما چو چنگیم و تو زخم میزنی ما مثل چنگیم تو هستی که داری زخم میزنی ما هیچ کاریم زاری از ما نه تو زاری میکنی اصلا اینجا وحدت وجوده اگه تو زاری میکنی من زاری میکنم اگه من زاری میکنم تو زاری میکنی جدا که نمیتونه باشه ما چون ناییم و نوا در ما زتوست ما چو کوهیم و صدا در ما زتوست ما چو شطرنجیم ان در بردومات بردومات ما زتوست ای خوش سفا ما که باشیم ای تو ما را جان جان تا که ما باشیم با تو در میان ما چجوری میتونیم اصلا خودمون با تو مقایسه کنیم بگیم من و تو ما عدم هاییم و هستی های ما یعنی میگه ما عدمیم هستی هامون هم هرچی داریم عدمه عدم است اینجا عدمه ما عدم هاییم و هستی های ما تو وجود مطلقی فانی نما تو وجود مطلقی ولی ما فکر میکنیم تو نیستی یعنی این فانی نما چون مولانا میگه هست های نیست نما و نیست های هست نما یعنی واقعا اون هست حالا نگاه کنید ما همه شیران ما همه هم شیریم ولی شیر علم علم یعنی پرچم زمان قدیم همیشه پرچم ها یه نقشی داشته شیر داشته روی پرچم شیر میذاشتن خب ما همه شیران ولی شیر علم حمله من یا حمله از باد باشد دم بدم اگه این شیر حمله میکنه آقا این هیچ کار است این باد پشت این شیره چرا میگن باد و این همه عارفان از باد سخن میگن برای اینکه باد بی صورته و باد دیده نمیشه یعنی فانی نماس این باده که داره شیر رو حرکت میده شما نگاه کنید این نگاه مولانا حملشان پیداست و ناپیداست باد آن که ناپیداست هر یز گم مباد خب حالا اینها یعنی این اشعری ها پس آقای کوپای این اشعری ها معتقد به جبر هستند بله اشعری ها پس آقا آقای مولانا معتقد به جبر هست الان نمیخوام وارد بحث جبر و اختیار بشم بله به یک معنا و اون نظریه اوز رو اونها قبول دارن اون نظریه اوز رو قبول دارن شما ببینید حالا من اینو توضیح میدم خدمتتون ببینید مثلا معتزله معتقد هستن به وعید و وعده خب یعنی چی وعید و وعده اینا چون عقلی هستن میگن خداوند اگه وعده‌ای به شما داد خداوند به شما وعده داد که اگر این کارو بکنی من فردا برات این کارو میکنم اگه خدا یه چنین وعده ای به شما داد خب وعده داده دیگه خدا اگه بیایی من میام اگه منو یاری کنی یعنی مردم یاری کنی منم یارید میکنم این اوتو ادنا اگه برگردی ما هم برمیگردیم این این میشه وعده وعیدم یعنی اینی که شما رو به یک امر شری خداوند میگه اگر این کار رو کردی عذابت میکنم دچار گرفتاریت میکنم زندگی تنگ میشه معتزله معتقدن به اینی که اگر خداوند وعده داد و به وعدش عمل نکرد خب این هیچ حرجی بر خدا نیست هیچ وقت ما نمیتونیم از نظر اخلاقی خدا رو محکوم کنیم چون خداوند اش... معتزله عرض میکنم که اشعری معتقد به این هستن معتزله میگن اگر خداوند وعده داد معتزله وعده داد و به وعدش عمل نکرد شما میتونی از نظر اخلاقی خدا رو محکوم کنی و به خدا بگی چرا آقا تو وعده دادی توجه فرمودید اشعری ها میگن نه خدا اگر وفا اگر وعده داد وفا نکرد لازم نیست که وفا بکنه هیچکس نمیتونه بگه خدا که وفا نکرد این مرتکب گناه شده است یا وعید یعنی خدا میتونه همه آدم های خادم را نابودشون بکنه و همه آدم های خائن رو سرور بکنه اگه کرد هیچ کس نمیتونه اعتراض بهش بکنه اشعری به این معتقد است شما در غزلیات مولانا نیدید میگه در اون غزلی که دارد مولانا میگه که بر شاه خوبرویان واجب وفا نباشد مگه نیستش این؟ بر شاه خوبرویان واجب وفا نباشد این عقیده عقیده اشعری است یعنی وفا واجب نیست وفا میکنه ولی اگر وفا نکرد وفا واجب نیست این جبر دیگه یا میگه در کف شیر نر ای خدا رو اینطوری تشویش میکنه شیر نر خونخاره شما در دستای یک شیر گرفتار شده ی آهو در کف شیر نر ای جز که تسلیم و رضا ای درست شد؟ خب این عقیده که الان اشاعره میگن درد و رنج ها در عالم وجود داره درد و رنج رو در عالم که میان بیان میکنن میگن حرف شما رو قبول نداریم که قدرت رو تفکیک بکنید بگید مسئول انسانه خب پس بنابراین آقا این همه اشعاری که ما در مصنوی خوندیم که مولانا اختیار رو تثبیت میکنه در داستان اون کسی که رفته بالای درخت از دیوار باقی کسی رفته بالا رفته بالای درخت و شروع کرده از این سیبا خوردن بعد صاحب باغ میاد صاحب باغ میاد میگه که چیکار کار داری اون بالا میگه که هیچی من اینجا اومدم این باغ باغ خداست و زمین زمین خداست و بنده بنده خداست و درختم که از خان خداست و ملک ملک خداست و خدا خواسته است و خدا اراده کرده من اومدم سیب بخور 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 وقتی خور از درخت که اومد با این گرفتش دستش به درخت رفت از اون ترکه های انار آورد چند تا ترکه انار به بدن این میزد این میگفت چرا میزنی؟ میگفت خب ملک ملک خداست و دست دست خداست و بنده بنده خداست و خواست خداست و, و منم میخوام تو رو بزنم خب اینو مولانا میاد میگه که این که گویی این کنم یا آن کنم خود دلیل اختیار است ای سنم این دلیل اختیار است ای سنم و خیلی مثال ها مولانا میزنه میگه که وقتی که شما سوار شطور شدید و شطور رو با شلاق میزنی این شطور بعضی هاشون ارز کنم که رم میکنن ببخشید کلمه رم رو به کار میبرم خیلی ناراحت میشن و بعد بعضی از شطور ها کینه ای میشن و میان به صاحبشون حمله میکنن منو زدی اینجا مولانا میگه شطور به اون چوب اون صاحب و به اون زنجیر و یا به اون تسمه حمله نمیکنه چون میدونه اون اختیار نداره این مسئوله خب اینا پس این حرفا چیه شما که میگه اشعری اشعری این حرفا چیه آها مولانا در اینجا تو مکتب مولانا اینو توجه بکن فرق هست. اینجا نوشتم تجربه روان شناختی اختیار غیر از وجود متافیزیکی اختیار است توجه میکنی؟ اگر الان کسی از من بپرسه که حال تو چگونه است تو آدم سالمی هست یا نه میخوام منم اینجا استخدام بشم میگن شما سلامت هست بله آقا بنده دکتر خانواده هست من سالم هم خیلی هم ورزش هم میکنم میرم و میام من سالم اما خودم خبر ندارم که من درسته که به لحاظ روانی احساس میکنم سالمم ولی به لحاظ متافیزیکی و فکتوال من مریضم واقعا یک مرضی دارم لا علاج که خودم خبر ندارم اختیارهایی که ما احساس میکنیم و مسئولیم در برابرش این است و به همین دلیل مولانا در دفتر اول میگه زاری ما شد دلیل استرار اگه ما خجلت ما شد دلیل اختیار وقتی ما گریه میکنیم دلیل بر این است که ما استرار داریم و وقتی خجل میشیم دلیل بر این است که ما اختیار داریم شما یه کاری کردی یه جا و خجالت زده میشی که چرا من بد قولی کردم چرا دیر رفتم که این اتفاق بیفته نمیگید با خودتون اما شما الان دیر اومدید و من بد شرمنده باشم نه چرا برای اینجا اختیار است اما این اختیار رو در اون وحدت وجود و با اون نگاه کلان کلی وقتی که شما نگاه کنید طور دیگه ای معنا میشه خجلت ما شد دلیل اختیار گر نبودی اختیار این شرم چیست وین دریق و خجلت و آزرم چیست زجر شاگردان و استادان چراست؟ چرا استاد این همه زحمت میکشه بعد شاگرد خودش رو تنبیه میکنه خاطر از تدبیرها گردان چراست ور تو گویی قافل است از جبر او ماه حق پنهان کند در ابر رو یعنی اینجا این مطلب رو شما توجه داشته باشید که مولانا به خودش به این مطلب اعتراف میکنه به این مطلب میگه که این جبر وجود نداره اختیار هست اما این جبری که میگه جبر روانشناختی هستش خب این اشاعره که مولانا از اونهاست اینها این نظریه رو در برابر معتزله بیان میکنن اجازه بفرمایید من حالا برمیگردم به همین بحث من اینجا نکاتی رو برای شما به صلاح خدمتون ارائه دادم نفرستادم برای همه میفرستم توی سایت شما و اگه دوستان خواستم میتونم پرینت بکنم نکته ای که اینجا تذکر داده شده این استش که اون قایت نهایی آدمی کسب خیره و دفع شره نیره به لذت و رهایی از رنج و غم این رنج و غم و شر اهمیت داره اینطوری نیستش که با یک حکایت ما بخوایم از این عبور بکنیم نکته ای که در اینجا لازمه مطرح بشه این استش که این حکما چه حکمای اشاعره چه حکمای معتزله برای اینی که اینها اون تلخی جبر رو یه مقداری در زائقه انسان ها تسکین بدن چون بالاخره اینا جبر رو مطرح میکنن دیگه نمیتونن از این جبر بیان بیرون برای اینکه بخوان زائقه ای انسان ها رو تسکین بدن اینها میان یه مباحثی رو مطرح میکنن یکی از اون مباحثی هستش که مولانا هم معتقد است که شر عدمی شر است اولا شر وقتی که گفته میشه یا در که شر زاییده اونه ما شر من اینو براتون عرض کنم ما شر متافیزیکی داریم اینو توجه کنید تا من این رو خدمتون توضیح بدم ما شر متافیزیکی داریم شر طبیعی داریم شر اخلاقی داریم شر اجتماعی داریم شر متافیزیکی چیه؟ شر متافیزیک یعنی نقص همین که خداوند تجلی کرد تمام عالم که تجلی اونه یعنی دامنه وجود این وحدت وجود که مطرح میشه تا تجلی کرد از همون صادر اول تا من تا شما تا این عالم ماده تا اون حیولا همشون ناقصن هم. نقص دارن دیگه چون نسبت به ذات لایتناهی ما محدودیم همین محدودیت نقصه و همین محدودیت شره شر بر ما ایجاد میکنه این اینو بهش میگن شر متافیزیک یک شری داریم شر طبیعی شر طبیعی مثل زلزله مثل سیل مثل بیماری ها مثل قحطی عواملی اتفاق میفته قحطی میشه حالا این قحتی زائیده ارز میکنم خدمتون که چیست اون کارما در اینجا مطرح میشه کارما که توی عقاید هندوها هستش یعنی انسان یک بازخوردی از هستی و یونیورس داره نسبت به اعمال خودش فمن یعمل مسقال زررت خیرن یرهو و من یعمل مسقال زررت شرن یرهو اگر به اندازه ذره ای خیر کرده باشی او رو میبینی و اگر به اندازه ذره شر کرده باشی او رو میبینی حالا در همین دنیا میبینی قیامتت که برپا میشه میبینی و شر اخلاقی شر اخلاقی یعنی گناهی که من مرتکب میشم این گناهی که من مرتکب می یه رعکسن رعکشن و رعکسیونی دارد که به من بر می گردد اینها رو که میان بحث می کنن اما توجه داشته باشید در این قسمت ادمی میگن شر عدمی است یعنی چی؟ یعنی خداوند زیباست که زیبایی را به عالم داده است خداوند عالم است که علم را افاظه کرده است خداوند قادر است که قدرت را افاظه کرده است خب حالا این زشتی ها از کجا میاد زشتی عدم زیبایی است یعنی اون زیبایی رو که او ایجاد کرد وقتی که نفیش بکنی زشتی آرز میشه زشتی جنبه عرضی داره زشتی خلق نشده ظلم یعنی نبود اون عدل که خدا عادل است اون عدل وقتی که نبود ظلم آرز میشه اینو بهش میگن عدمی عدمی یعنی وجود ندارد این عدمی است این رو هم اشاعره مطرح میکنن یعنی تمام حکیمان و فلاسفه در مغرب زمین هم این مسئله رو مطرح کردن که برای اینکه بخوان جواب بدن به این دانشجوها و به این مردم میگن این شرور ادمی هستن عدم اون زیبایی است عدم اون کمال است دیگر اینکه اینها میان تو همون بحث ابجکتیو و سابجکتیو که بنده مفصل به این بحث ابجکتیو و سابجکتیو همیشه پرداختم که اموری هستن در این عالم که اینا ابجکتیو هن یعنی واقعا ابجکتیو هن یعنی شما ارز میکنم خدمتون که الان وقتی که این کاغذ رو من در برابر شما قرار بدم به لحاظ ابجکتیو این مستطیله هیچ کس نمیتونه بگه که نه نظر شماست که مستطیله نظر من این است که این دایره است نظر پاکستانی اینه که این زوژانق است نه این مستطیله این ام کاملا ابجکتیوه امر یقینیه یه اموری هستن که سابجکتیو ان مثلا شما میگی من شک میکنم که اینطوری این شک شما امر ابجکتیو نیست امر سابجکتیوه یقین شما یک امر درونیست یک امر سابجکتیو حالا مزه غذا قضا. شما غذایی که میخوری میگید که این غذا خوشمزه است از شما سوال میکنم میگن که آقا از شما سوال آبگوشت آب گوشت آیا خوشمزه است یا بدمزه شما میگه خیلی خوشمزه است بله اینو میایید میگید مزه مزه غذا آقا آش آب گوشت بوزباش خوشمزه است یا بدمزه شما میگه خیلی خوشمزه است لابستر نمیدونم خرچنگ خوشمزه است یا بدمزه میگه خوردم خیلی خوشمزه اما این خوشمزگی در عالم فکتچوال وجود داره اگر وجود داره هر کس بخوره باید بگه که این خوشمزه است نیست این امر ابجکتیو درش نقش داره بنابراین یه نفر نگاه میکنه که کل پاچه خوک میخورن کل پاچه خوک از همین کل پاچه ای که ما میخوریم کل پاچه گوسفند بعضی نگاه میکنه از حالشون به هم میخوره سوسکو تف میدن مثل آجیل میخورن خب حالا بنده سوسکو ببینم اصلا نمیتونم غذا بخورم این سوسکو تف میده میخورن اینا امور اینو بهش میگن امور سابجکتیو در خارج نمیتونیم بگیم این اینطور هست حالا در مورد شر مولانا به این مطلب ما رو توجه میده. خاصه جوابی به اون اشکالاتی که توی حکمت اشاعره و معتزل مطرح میشه بپردازه. نگاه کنید در دفتر چهارم بیت 68 میگه زهر مار آن مار را باشد حیات. نسبتش با آدمی باشد ممار. مثلا این فرق حرف میزنه میگه زهر مار. ببخشید خب آقا این زهر مار برای خود مار حیات است نسبتش با آدمی باشد مباد خلق آبی را بود دریا چو باق آه خلقی که آبیه یعنی این باید در آب باشه ماهی خلق خاکی را بود آن مرگ و داق حالا یه گربه رو بنداز توی دریا خب خفه میشه اما یه ماهی که بندازی تو آب خوشحال میشه در دفتر سوم بیت 3051 و و یک آن یکی در مغزار و جوی آب وان یکی پهلوی او اندر عذاب او عجب مانده که ذوق این زه چیست وان عجب مانده که این در حبسه کیست مولانا میگه آن یکی در مغزار و جوی آب یک کسی در مغزار و جوی آب هست وان یکی پهلوی او اندر عذاب یک کسی کنارش نشسته اما داره عذاب میبره او عجب مانده که ذوق این زه چیز آقا میگه این انقدر سرخوشه وان عجب مانده که این در حبس کیست من یه نکته ای رو خدمت شما خانوما و آقایون بگم من الان این چیزایی که در مسئله میخونم خب تعجب میکنم مثل این داستان زاهد ما شما خیلی خیلی عادیه یعنی ما میایم به مردم بگیم که الان ز... ما زاهد بشیم اولا اون زمان اون سال زمان و مکانم جامعه بسیار بوده یه زندگی خیلی ساده ای داشتم ما الان پیاممون از مصنوی به مردم این باشه که بیایم بگیم که شما باید مثل این زاهد بشید مثل این زاهد موسوی بشید تا فرعونی نباشید این خود سخته و من وقتی که فکر کردم من این رو میگم ببینید الان اینجا مولانا میگه چی؟ نگاه کنید اینجا رو میگه که آن یکی در مغزار و جوی آب یه کسی هست که تو مرغزاره و تو جوی آبه آن یکی پهلوی او هم در عذاب خب این دو نفر داره من من این رو میخوام به شما بگم خوب دقت بکن رابعه ادویه خانومی که در تاثیر عرفان در الهیات اسلام نقش داشته میگفت من دیدم که کعبه داره به سمت من میاد در نگاه عارف عارف وقتی که در خواب عارفانه قرار میگیره درست در خواب عارفانه قرار میگیره خواب عارفانه یعنی چی یعنی این که دیدید که یکی از همین روشن فکران گفته که آیاتی که بر پیانبر نازل شده در عالم خواب بوده یعنی خوابهای خواب پیانبره خب خیلی ها اینو میان نقل میکنن که آقا فلانی گفته که این در خواب بوده این آیات قرآن همه رو پیغمبر خواب دیده و یه سری استدلال های اینا. ولی هیچ کس یعنی من ندیدم خیلی جاها اومدن سوال کردم بعد من گفتم آقا یعنی چی یعنی چی که پیامبر در خواب بوده شما فکر میکنید پیغمبر رو تخت خوابش خوابیده بعد در عالم خواب خواب دیده که واقعی واقع شده یا بهش گفتن ازا وقعت واقع نه ما یه خوابی داریم همین خواب طبیعی که بنده میخوابم روی تخت خوابم میخوابم و خواب میبینم خواب میبینم دارن سخنرانی میکنم یا خواب میبینم دارن فوتبال بازی میکنم در این عالم خواب که شما خواب میرید اومدن گفتن این خواب دیدن چیه ماهیت این خواب دیدن چیه و تعبیر خواب به وجود اومده اومدن گفتن که شما در عالم خواب متصل میشید به خیالتون خیال متصل خیال متصل یعنی خیالی که وصل به شماست همین هم شما میتونید خیال بکنید اما ما یه خیالی داریم خیال منفصل خیال منفصل رو شیخ شهاب الدین سوروردی در فلسفه خودش مطرح کرده و براش دلایلی آورده و اثبات کرده به نام اقلیم هشتم که در اون خیال منفصل انسان در اثر تصفیه و تسکیه و تهذیب باطن میتونه وصل به اون عالم خیال منفصل بشه توجه فرمودی این معنی این بحثو من کردم توی سخنرانیام هست الان اگه بخوام بگم دو ساعت طول میکشه ببینید شما در ادبیات ما در ادبیات نه عرفانا در ادبیات ما مجازگویی وجود داره مجاز یعنی حقیقت نیست اما مجازه یعنی دروغه نوح سامانی مملکت رو رها کرده رفته توی یلاق داره خوشگذرانی میکنه و مملک... مردم هم گرفتارن مردم احتیاج دارن بیا تدبیر بکنه دستور بده اینا میخوان به یه وسیله اینو بیارنش میتونم برم بگم که جناب امیر نوح سامانی تشیف بیارید وزرا منتظر شما اما رودکی رو میفرسن رودکی میگه شاه ما هست و بخارا آسمان ماه سوی آسمان آید همی این شاه نه ماه نه بخارا آسمانه این مجازه این دروغه حالا توی عرفان که میاییم از این کلمات ما مواجه میشیم درست شد؟ این کلمات مجاز نیست تو عرفان حقیقتی است که متصل شده به اون اقلیم هشتم میگه دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادم حافظ میگه دوش دیدم کجا دیدی آقای حافظ؟ در اقلیم هشتم دیده یعنی متصل شده حالا کسی که متصل به این اقلیم هشتم میشه مثل آدم خوابه و مثل آدم مسته یا آدم, مسته یا آدم مست که داره تلو, تلو میخوره خیلی چیزها رو میبینه حالا من میخوام به شما بگم اینجا اون عارفی که میگه من همه جا رو آبشار میبینم متصل شده به اون اقلیم هشتم هم قویه که دیگه بر نمیگرده زرزره ترکیه رو ببینه میگه من هر چی که میبینم آبشار میبینم تو این عالم رو میبینم نه این عالم عالم تضاده عالم چسبندگیه عالم حقده عالم کینه است عالم کشتاره نمیتونیم بگیم آن یکی در مغزار و جوی آب یعنی اینجا تو مرزار یعنی اینم هست اما اینم تا که من گفتم شما توجه کنید خب مقوله شر ادمی هم به اصطلاح براتون گفتم خب حالا عارفان اشعری مثل مولانا اینا کوشش میکنن که یک لطافت بخشی بدن به نظریه حکم الهی نظریه حکم الهی مال اشعایره بود دیگه متظله که میگفتن نه آقا اختیار داره انسان اینا حکم الهی رو مطرح میکنن حکم الهی این است این همه آواز ها از شهر بود گرچه از حلقوم عبدالله بود ما همه شیریم ولی شیر علم این حکم خداست هر که حکم خداست در اینجا عرض میکنم که مطلبی رو اینا مطرح میکنن و اون مطرح مطلب این استش که نکته برای اینکه بخوان لطافت بخشی بکنن اون نگاهی که نگاه با عشق نگاه عاشقانه رو میان مطرح میکنن اگر تو به اون اکسیر عشق برسی وجودت متحول میشه این این یه واقعیته وجودت متحول میشه منظرت عوض میشه یعنی منظرت عوض میشه نه اینی که اصلا بلا و درد و رنج رو نبینی خب مگه میشه چون منظرت عوض بشه آخه عزیز من این زاهدی که جواب مردم اینطوری میده این برای خودش میگه دیگه یعنی من خودم حالم خوشه ولی مگه نمیگه بنی آدم اعضای یک دیگرن یا یک پیکرن که در آفرین اکده گوهرن تو غم مردم رو چه میکنی؟ یعنی اگه من عارف شدم و تونستم به اون اطمینان برسم و وصل بشم سیر من الخلق الالحق مگه سیر من الحق الالخلق نیست مگر امیرالمؤمنین روی منبر به صورت خودش سیری نزد چه در حکومت من خلخال از پای یک زن دختر یهودی کشیدن اذیتش کردن اگر این سخن را یک مسلمان بشنود بمیرد حقشه که بمیره خب این حضرت علی این کار کرد خب ما بگیم که یا پیغمبر انقدر گریه میکرد انقدر تلاش میکرد که اینا هدایت بشن پس بنابراین من بگم نه من همه جا رو دارم دشت و همه رو دارم چیز میبینم من اینطوری من حالم خوبه نه من من شنگولم شماها قحتی هستید شما رحمت خدا از شما گرفته شده من شنگولم نه این این که تو عرفان این آموزش نیست و نخ نبایدم باشد خب این چاشنی عشق اینطوری کرده هر تعامی وریدندی به وی داستان لغمان و خاجه لغمان چه خاجه لغمان هر چون لغمان خیلی دوست داشت هر چی که می آوردن که این خاجه بخوره اول می برید برید لغمان رو صدا کنید بعد لغمان می خورد بعد ما بقیه اون رو یا این خاجه می خورد به هر حال خیلی عاشقش بود یه خربوزه آوردن برای لغمان هر تعامی که به وی که سوی لغمان فرستادی زپی تا که لغمان دست سوی آن برد قاصدن تا خاجه پس خوردش خورد صدا کرد لغمان بیاد که لغمان بخوره سعر او یعنی باقی مانده غذای او خوردی و شورنگیختی هر تعامی کو نخوردی ریختی ور بخوردی بی دل و بی اشتها این بود پیوندی بی انتها این پیوندی بی انتها این بود که حتی از سعر اون هم یعنی این خاجه از سعر لقمان تقضیه میکرد حالا خربوزه آوردن یه نفر یه خربوزه آورد برای خاجه آقا این خربوزه از تو جالیز آوردید خربوزه آورده بودن ارمغان گفت رو فرزند لغمان را بخوان چون برید و داد او را یک برین یا برین برین یعنی یک یه دونه یه قاش از این خربوزه رو داد به لغمان گفت بخور همچون شکر خوردش و چون انگمین لقمان همچین ملچ و ملوش میکرد و به به میخورد از خوشی که خورد داد او را دوم گفت این دومی را بهش بدین چقدر خوب میخوره من دوستش دارم تا رسید آن کرچ ها تا هفته هم اون قاچ ها تا هیوده تا قاچ خورد مان کرچی یکیش باقی موند خاجه گفت حالا این شونزت تا رو خوردی این یه دونه رو هم بخورم ببینم این چقدر شما با این ولع میخوری مان کرچی گفت این را من خورم تا چه شیرین خربزه این بنگرم او چنین خوش میخورد که از ذوق او ها شد مشتهی و لغمه من بخورم این چقدر با ولع میخوره چون بخورد از تلخیش آتش فروخت هم زبان کرد آبله هم حلق سوخت حلقش سوخت زبانش هم توبل زد این آقای خاجه ساعتی بیخود شد از تلخی آن بعد از آن گفتش که ای جان و جهان نوش چون کردی تو چندین زهر را لطف چون انگاشتی این قهر را چرا این کار کردی؟ این مثل یک ارز کنم که زقوم مثل یک زهریه این چه صبر است این صبوری از چه روست یا مگر پیش تو این جانت عدوس مگه دشمن جونت این خربوزه رو خوردی چون نیاوردی به حیلت حجتی چرا دلیلی ولی که من نمیخورم که مرا عذریس بس کن ساعتی حالا جوابی که لغمان میده اینو مولانا برای چی میاره؟ برای که میخواد تلخی جبر را و تلخی این درد و رنج را یه خورده تسکین بده گفت من از دست نعمت بخش تو خورده ام چندان که از شرمم دوتو از شرم من کمرم دیگه داره میشکنه شرمم آبد که یکی تلخ از کفت من ننوشم ای تو صاحب معرفت چون همه اجزام از انعام تو رسته اند و غرق دانه و دام تو جز یک تلخی کنم فریاد و داد خاک صدره بر سر اجزام باد لذت دست شکر بخشت بداشت اندر این بطیخ تلخی کی گذاشت بطیخ یعنی خربوزه از محبت تلخا شیرین شود از محبت مسه ها زرین شود از محبت دردها صافی شود از محبت درد ها درد ها صافی شود از محبت دردها ها شافی شود از محبت مرد زنده می کنن. از محبت شاه بنده می کنن. این عرض کنم که بحثی است که اینجا مطرحه و یک نظریه ای رو مولانا میگه غیر از این دخالت عشق به نام تغییر منظر یعنی نگاه تو عوض کن نگاهت این باشه که این درد و رنج ها حکمتی درش هست و مهمترین نکته ای که مولانا در اینجا تاکید کرده و من آوردم مسئله مرگ است که میگه مرگ برای ما خیلی دلهور آور است آور است تصور مرگ در ما ترس ایجاد میکند مولانا اینجا میگه اگه منظرتو تغییر بدی این بر تو روا میشه این بر تو به تو آرامش میده نسبت به بقیه دردها و رنج ها هم همینطور مرگ شیرین گشت و نقلم زین سرا میگه مرگ برای من شیرین شده چون قفس هشتن بریدن مرغ را مانند این است که یه مرغی بخواد قفس را رها کنه و از این مرغ باغ ملکو تمنی هم از عالم خواب چند روزی قفسی ساختند از بدنم حالا مولانا میگه اما منظر من این است که من توی قفسی هستم که این قفس رو در وسط یک جنگل خیلی انبوهی قرار دادن و اطراف من تمام پرندگان زیبا دارن پر میزنند و با هم اشکبازی میکنن و من هر لحظه سر میکشم که این قفس کی شکسته میشه که من برم متصل بشم به اون مرغان این منظرم عوض شد یا اینکه نه شما ممکنه اینطور تصور کنید که تو در یه قفسی هستی که در وسط همین جنگلی و گربگان یعنی گربه ها و ببرها و شیرها منتظرم بیای بیرون تو رو بخورن خب این منظر وقتی که عوض بشه این برای تو در و خواهد شد آن قفس که هست عین باغ در مرغ میبیند گلستان و شجر چون جوق مرغان از برون گرد قفس خوش همی خوانند زازادی قصص قصه های آزادی میکنند آقا بیا بیا مرغ را اندر قفس زان سبززار نه خورش ماندست و نه صبر و قرار سر هر سوراخ بیرون میکنند تا بود چین بند از پا برکند چون دل و جانش چنین بیرون بود آن قفس را در گشایی چون بود نه چنان مرغ قفس در اندوهان مانند یک مرقی که تو قم فرو رفته گرد بر گردش به حلقه گربگان چی بود او را در این خوف و حزن آرزوی از قفس بیرون شدن او همی خواهد که این ناخوش حسس صد قفس باشد به گرد این قفس این چند تا بیتم میخونم دیگه صحبتم تمام البته مطالب ادامه داره ولی خب ما فقط در همین حد میتونیم بگیم گر فراغ بنده از بد اون مناجاتی که مولانا در گفتگویی که با خدا داره در داستان توتی و بازرگان گر فراغ بنده از بد بندگی است چون تو با بد بد کنی پس فرق چیست یا اگر من بد میکنم تو اگر با این بدی من بخوای سیعه بر من سیعه منو با جواب سیعه بدی چون در دستورات دینی اومده اگر به کسی سیعه ای از جانب کسی رسید شما حق انتخاب داری که عین اون سیعه رو بر او وارد کنی اگه کسی به تو سیری زد میتونی به هیچ سیری بزنی میتونی اما اگه بزنی اونم سیعه است میگه اگه تو بخوای منو عذاب بکنی گر فراغ بنده از بد است چون تو با بد بد کنی پس فرق چیست ای بدی که تو کنی در خشم و جنگ با تر از سما و بانک و چنگ حالا مولانا میاد بالاتر میگه اونایی که من بدی تصور میکنم از جانب تو برای من سماع و طرب در من ایجاد میکنی ای جفای تو ز دولت خوبتر و انتقام تو ز جان محبوبتر نار تو این است من فکر میکردم که این نار تو واقعا آتیشه ولی میبینم که ب ب من وارد آب کردی نار تو این است نورت چون بود ماتمین تا خود که صورت چون بود از حلاوت که دارد جور تو و از لطافت کس نیابد قور تو یعنی هیچ کس نمیتونه به اون لطافت تو لطیفی یعنی با زیرکی با باریکی میای و کمک میکنی و دست ما رو میگیری چی میتونه قور بکنه در این لطافت تو حالا مولانا میگه که نادم و ترسم که او باور کند و از کرم آن جور را کمتر کند چون قبل از این میگه که من نیم شاکی حکایت میکنم در اونجا که میخواد شکایت بکنه که اینجا داره شکایت میکنه تقریبا بعد میگه نه من شکایت نمیکنم من حکایت میکنم اینجا میگه که ترسم و نالم و ترسم که او باور کند از کرم آن جور را کمتر کنم عاشقم بر قهر و بر لطفش به جد بل عجب من عاشق این هر دو زد جمع زدین زد در برخورد با دردها و رنجها که مولانا میگوید که من به این مرتبه منظرم را عوض کردم چرا؟ برای اینکه که این دردی که مولانا داره در اینجا بیان میکنه خوب دقت بفرمایید درد و رنج ها بعضی درد و رنج ها همون درد و رنج است که برتران راسل میگه عبثه درد و رنج های با معنا گاهی درد و رنج ها به زندگی ما معنا میده مثل همون زندانی که من بودم به در... به زندگی من معنا داد بعضی از درد و رنج ها هستن که اصلا ابسن شما وقتی که میرید تو دندان پزشکی یه آمپول بلند میزنن به شما و هم میگیره شما از این درد استقبال میکنید چون عبس نیست برای اینکه معنا میده به, می به زندگی معنا میده به زندگی میگه من عاشق قهرم قهرش معنا میده لطفشم معنا میده و لحر زین خار در بستان شوم همچو بلبل زین سبب نالان شوم توجه فرمید اینجا مولانا دو و بلبل به ما معرفی میکنه یه بلبلی که وقتی که وارد باغ میشه فقط گل میخواد خار رو نمیخواد و عاشقی که گل بخواد و خار رو رها بکنه اصلا عاشق نیست مولانا میگه من مانند یه بلبلم که وقتی که ببینم این خارها هست من ناله میکنم من فقط گل میخوام گل بیخار کجاست اینجا داره اونو میگه وله هر زین خار در بستان شوم همچو بلبل زین سبب نالان شوم مولانا میگه نه این عجب بلبل بل که بک شاید دهان تا خورد او خار را با گل ستان ولی من بلبلی هستم که هم خار تو میخورم هم اون گل تو میخورم هر دو را این چه بلبل بل این نهنگ آتشیست جمله ناخوش هاز عشق او را خوشیست یعنی با عشق شما فتیله رو میکشی پایین عاشق کل است و خود کل است او عاشق خیش است و عشق خیشجو میگه این عاشق کله من با کل وصل شدم همونی که گفتن بابای اهل قل که توضیح دادن من با این عقل کل متصل شدم اصلا همونم متصل شدم نه اینکه جدا باشم متصل بشم من همونم حجاب واقع شده بود من همونم حالا که همونم من اونم اونم منه پس میگه عاشق خیش است و عشق خیشجو خیش یعنی همون بابا عاشق کل است و خود کل است او عاشق خیش است و عشق خیش جو من یه سری بباحث دیگه هست اینا رو من پی دی افشو رو براتون میفرستم اینا رو برید تعمل کنید یکی این که خوشی و رنج امور نفسانی است که سابجکتیو است در بحث بعدی از دیدگاه مولانا عوامل و خواستگاه دردها و رنجهای انسان عوامل بیرونی عوامل درونی عوامل درونی الف فراقه همین جدایی از حقیقت برای من درد و رنج داره چون این که از حقیقت دور هستم مستی از هستی مستی از هستی که من با هستی خودم مست میشم این مستی منو به زمین میزنه سه تا نشانه داره دست در الوهیت زدن یعنی میخوایم مثل خدا تو چشم همه باشیم خدایی بکنیم کبریایی داشته باشیم داشته های ما که مانعن و خواسته های ما اینها همه درد و رنج ایجاد میکنه داشته های ما هم درد و رنج ایجاد میکنه همونی که بودا گفت جدایی هم بر دو قسم است جدایی شیرین که میساز منو معنا میده دردیست که معنا میده بشنو این نی رو آوردم براتون جدایی تلخ در دفتر چهارم بیت 1994 مطرح میکنه مولانا و در دفتر دوم اینا رو نذاشته بودم بگم و تا ساعت 4 بعد از حرف میزنم بعد مستی از هستی رو اینجا بیان کردم توضیح دادم عرض کنم که مستی میاره و این مستی ما رو زمین میزنه و ارز اینها رو من دونه دونه براتون کت رو دادم مخصوصا این غزل رو دقت بکنید آن نفسی که با خودی یار چو خار آیدت و آن نفسی که بی خودی یار چه کار آیدت و بعد دیگه دست بردار نیستیم ما و همینطور دست در اروحیت زدم رو براتون توضیح دادیم که اینجا چی میگه مولانا طالب حیرانی خلقان شدیم این که میخوایم خلقان حیران با باشن خواستن حکایت پادشاه و کنیزک و مطالعه بفرمایید دفتر ششم بعد من باز کد آوردم برای شما دفتر سوم لطف قهرنما و قه قح قهر لطف نما که غیرت خداوند مطرح میشه بسیار عالی است که کمک میکنه به این بحث و ارزم کنم که یک تمثیلی هم مولانا تو درد و رنج مطرح میکنه تمثیل اون کدبانویی که دو خدا رو میریزه توی دیک و اینا میخوان جوش بیان و با کفکل اینا رو زیر و رو میکنه نخدا اعتراض میکنن که ما رو رفتی خریدی آوردی و بنزه اینجا جوش بیاین که اون درد و رنجی که برای نخود وارد میشه میگه میخوام تو پخته بشی اون رو هم مراجعه بفرمایید فکر میکنم که یک جوابهایی شما از مجموع اینایی که بنده ارائه دادم بگیرید